قبل باید از دوستان جوان تشکر کنم و خواستندی خودم رو اظهار کنم. هم تشکر از این بابت که از بنده دعوت کردن و این امکان رو فراهم آوردن که در جمع شما و این دوستان صحبتی بکنم و سخنی بگویم و سخنان شما رو بشنوم، و هم اظهار خرسندی به این دلیل که جوانان همچنان در جامعه ما نقش آفرینند. در گذشته البته کم و بیش همینجور بوده، همیشه حرکت‌های اجتماعی و حرکت‌های فرهنگی و گاه حرکت‌های سیاسی با پیشگامی جوانان آغاز شده و به ثمر رسیده. شاید در دوره مشروطه که هنوز ما پدیده‌ای به نام نسل جوان نداشتیم، جوان البته همیشه وجود داشته، ولی پدیده‌ای به نام نسل جوان خودش یک پدیده نوعه، یک پدیده تازه است. ولی در دهه 40 و 50 با تغییرات اجتماعی فرهنگی که و در جامعه ایران پیدا شد، با یک پدیده مواجه هستیم به نام نسل جوان با ویژگی ها و خصوصیات خاص خودش. در دهه 40 و 50 جوانان بودن که نقش آفرین بودن و به ویژه وقتی مبارزات سیاسی و قهرآمیز و چریکی آغاز شد، تقریبا تمام بلکه تقریبا بنیانگذاران سازمان ها و نهادهای انقلابی و چریکی جوانان بودن و عمدتا هم جوانان دانشگاهی بودن، جوانان تحصیل کرده، جوانان امروزی، جوانان مدرن. من البته در مقام ارزیابی کارشون نیستم الان، میخوام عرض بکنم که جوانان در اون زمان این حرکت رو آغاز کردن که در تداوم آن این جوانان بودن که راه انقلاب رو هموار کردن. و جالبه میگه در خود حوزه‌های علمیه که بنده از سال 44 در قم حضور داشتم، در حوزه‌های علمی هم همینجور بود. البته خب چند روحانی درجه اول ما در سطح عالی مبارزات داشتیم، بالاخره آیت الله خمینی بود به عنوان مرجع تقلید، آیت الله منتظری بود به عنوان عالی‌ترین مدرس حوزه علمی قم، و چند تن از روحانیونی داشتیم که روحانیون درجه 2-3 به شاهد حساب می آمدن و در سیاست و مبارزه بودن. اما بار اصلی مبارزه در حوزه علمی قم هم باز به دوش طلبای جوان بود. بنابراین جوانان در اون زمان نقش داشتن. در دوران بعد از انقلاب حالا سیر متفاوتی داره و در این سالهای اخیر بسیاری فکر می کردن که دیگه به این جوانان موجود ایران دیگه امیدی نیست. حالا هر کس با انگیزه هایی با تحلیلی که چنین برداشتی داشت، اما از یک دو ماه قبل از اخذ آرا در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، باز هم این جوانان بودن که به صورت موج گسترده حرکت کردن و در محله اول خیابان‌های تهران رو انباشتن و بخش کردن و بعد هم شهرهای بزرگ. و بعد از انتخابات از صبح اواخر شب 23 خرداد باز می‌بینیم که این جوانان و انبوه جوانان بودن که در تهران به خیابان‌ها ریختن و اولین فیلم‌هایی که آمد، من هم به طرز شما در اون ایام در خارج کشور بودم، در داخل نبودم که از نزدیک مشاهده کنم، ولی همچنان مثل شما فیلم ها رو دیدیم، عکس ها رو دیدیم، خبراش رو شنیدیم که باز جوانان بودن با شور و هیجان و ایمانشون به خیابون ریختن و اون شعارهای اولیهشون این بود که موسوی موسوی رأی بار پس بده، اولی شعارهای بود. و بعد در هر حال ادامه پیدا کرد و خوشبختانه در طول این 7 سال، در طول این 7 ماه این جوانان فداکار و جوانان برومند و آگاه و شجاع و صبور که در
خیلی هستن و فرهنگ مسالمتی و مدارا رو پیش گرفتن، نقش آفرین بودن و همچنان پیشتازن و خوشبختانه در خارج کشور من میدونه، فقط در داخل کشور نیست، در خارج کشور هم حدی که من در این 6-7 ماه دیدم و شنیدم و در من تو تابستان در من به 6-7 کشور اروپایی سفر کردم و در بعضی از راهپیمایی ها و اجتماعات سبت ها شرکت کردم، تقریبا سردمدار این حرکت ها جوانان بودن و یک از ویژگی های این جوانان هم این است که دیگه اون تعلقات ایدئولوژیک و تعلقات سیاسی و گروهی پدرانشون رو نسل ماها رو دیگه ندارن. این مردها رو هم در داخل این مردها در نبردیده شده، در خارج کشور هم الحمدلله در نبردیده شده. حالا افرادی هستن وابسته به اون گروه، وابسته به اون گروه، این پرچم خودشون بیاره، اون پرچم خودشون بیاره، هر کدوم دنبال دعوای 36 ساله گذشته خودشون هستن و الان من نمیخوام داوری کنم حالا کی درست میگه کی نمیگه، ولی به هر حال هنوز بسیاری از گروه ها و جریان ها دنبال دعواهای گذشته خودشون هستن. اما این جوانان بدون اینکه اون تعلقات رو حداقل به صورت پررنگ داشته باشن و تو فضای کاملا جدید و مدرن هستن و جنبش امروز ایران رو دارن جهت میدن، رهبری میکنن و حتی بسیاری از جوانان رو ما دیدیم، شنیدیم که اصلا در خارج کشور به دنیا آمدن یا چند ساله بودن به خارج کشور آمدن در سالهای اوایل بعد از انقلاب و حالا توی خارج از کشور شاید بعضی اصلا ایران هم نرفته باشن، بعضی اصلا نسل دومی، نسل سومی فارسی هم به راحتی نمیتونن حرف بزنن، اما اینها هستن که بالاخره این جنبش رو تو خارج از کشور حرکت میدن و این جنبش رو به یه شکلی تا حالا در طول 7 ماه زنده نگه داشتن. من خودم تو آلمان از همین جوانان از من دعوت کردن، در شهر کل رفتم صحبت کردم، بعضی هم اصلا به سادگی نمیتونستن فارسی حرف بزنن، اما در اینا اون چنان شور ایران خواهی و شور وطن و شور حوادث داخل کشور رو و درست مثل اون شور حالی که ما در دهه انقلاب در اون زمان داشتیم در این جوانان در خارج کشور دیده میشد. خب یه نعمت بسیار بزرگیه و یکی از چیزهایی که ما رو امیدوار میکنه، یعنی ما نسل گذشته و نسل انقلاب رو که دیگه رو به انقلاب هستیم، ما رو امیدوار میکنه با آینده این جنبش واقعا مشارکت فعال و مداوم و شهروندانه این جوانان ایرانی هست، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. و الحمدلله خیلی از مردها در این جنبش در هم نوردیده شده، یکی از مردها مرد داخل و خارجه و اینم خودش یکی از برکات مثبت و از آثار مثبت این جنبش هست. حالا برحال از این دوستان جوان تشکر میکنم و وقتی جوانها رو وقت شخصا میبینم بسیار بسیار خوشحال میشم، امیدوار میشم. فکر میکنم انشاءالله حالا اگر نسل ما با ناکامی های مواجه بود، امروز نسل امروز خیلی به ماها ایراد میگیرن چرا این کار نکردی، چرا اون کار کردی، چرا اینجوری شد، چرا اونطوری شد، امیدوارم که این جوانان دیگه تجربه ما رو داشته باشن و عبرت های ما رو هم در نظر بگیرن و گذشته از گذشته چراغ راه آینده بسازن و به هر حال حرکاتشون انشاءالله در آینده به سرمنزل مقصود برسه، به آزادی و رهایی مردم ایران منجر بشه و به گونه‌ای نباشه که حالا همونجوری که این نسل ما رو محاکمه میکنن، نسل‌های بعد از این جوانان هم اینا رو محاکمه کنن، بگن شما چرا این کار کردید، این کار نکردید، اون چرا نفهمیدید، اون چرا متوجه نشدید. به هر حال تاریخ همواره همین مسائل داره دیگه. به هر حال آرزو میکنیم که این جوانان دیگه واسه فرزندانشون محاکمه نشن. و اما همچنان که دوست بزرگوارمون گفتن، موضوعی که من در خلال شما خواهم گفت و سعی میکنم که با این سینه خسته و بحثم رو به موقع به پایان ببرم، در ارتباط با جنبش صد و نقش روحانیت هست و اتفاقا خود این موضوع رو هم همین دوستان خودشون پیشنهاد کردن